با عبور از خانه های گلی و کوچه های سرد کابل به خانه بیوزنی می روم که با انبوهی از تلخی روزگار زندگی می کند. امی اتاق هم دیک می کنم، هم کاسه می کنم، هم حو می کنم. خانم نبیلا صاحب دو فرزند است. 8 سال قبل شوهرش را در یکی از انتحاری های شهر کابل از دست داد. شوهر من 8 سال پیش شارد. انتحاری شد اکتشان. شهید شد. ده 3 روز دیدارای پشت مردش گشتن. مردش ها نیافتن. باز هم به سبایش رفتن بگشتنش نیافتن. معلومات نداشتیم از اون. موبایلاش خاموش. باز دیگه سبایش رفتن به یک طریق ایره پیدا کردن شهید مردش. مردش آوردن به خانه. خیلی ناراحت کننده، خیلی بدجانی، خیلی بسیار به اولادکای فکر میکردم. خودم سیاست. این می روزگار سخت آمده بیرد. خانم نبیلا 8 سال می شود یک جا در خانه برادرانش زندگی می کند. می گوید با روی کار آمدن حکومت جدید تلخی روزگار در زندگیش بیشتر شد. همسایه است اگر پشت سر خانه ماست بیچاره یک دانان یک آسه قطن هر شب رایی می کنه بیاده. اینمی چی ماست؟ دیگه اینمی غیر دربار خدا. این بچه که ما در یک دکان شاندیم دلکش عملیاتیست میره روز 20 روپه میتیشه. گای او را چای میره، گای او را بوره میره، گای او را گای شتک است، گای او یک دوای داری با ما میره. در سوی دیگر 1 سال می شود تنها پسر این خانواده به دلیل ناداری از مکتب بیرون شده است. میرویس 12 ساله آرزوهای بزرگی در سر دارد، اما آنچه او را بیشتر از کار در بیرون رنج می دهد بیماری است که هزینه عملیات آن برای این خانواده بسیار گران است. یک نیم سال پیش اطلاع ما دانه برامده که کوکوی رفت می شم عملیات کردم اوله در شفاخانه سیت طفل آلی جور نشدم اگه بود مادر در سوی دیگر گلسوم برخلاف برادرش هر روز به مکتب می رود و رویای معلم شدن را در سر دارد. من فکر رفتم هر روز مکتب می رود. من می خواهیم که معلم شوم. این دختران را درد بتم که آینده ما خوب شوم و کشور ما را جور کنیم. پس از اینکه امارت اسلامی شهر کابل را تسخیر نمود، زندگی بسیاری از مردم به یک بارگی رو به سقوط قرار گرفت. آمار فقر بالا رفت و نرخ بیکاری نیز افزایش یافت. همانند خانم نبیلا بسیاری از خانواده ها زندگی طاقت فرسایی در کشور دارند. با این وجود سازمان جهانی مهربانی از سالها بدین سو همیار و همکار افراد تهیدست در کشور بوده و مصمم به ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است.